اینترنت امروز امام علی رحمان پس از این نکاسی وسیعی که با دو برابر افزایش یافتن نرخ اینترنت وابسته بود، قرار بلند برداشتن اینترنت را بکار نمود. در این خصوص سنه 23 اپریل خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور اطلاع داد. یادرس میکنیم که کمی پیشتر ریاست ضد انحصاری تاجیکستان با قرار رقم 31 از 4 مرد سال 2019 اپراتوران علاقه موبیلی را مجبور ساخته بود که نرخ 1 مگابایت ترافیک اینترنت را بدون حساب اکسیزی و انداز نکم از 5 درهم نرخ گذاری نمایند. از 8 اپریل شروع کرده نرخ 1 گیگابایت اینترنت در اپراتوران علاقه موبیلی دو برابر افزایش یافته 62 سومانی تقریبا 6 دلار را تشکیل نموده بود. نشان داد تکنیکی را ما با 20 گیگا آورده رساندیم و خود شما شاهد بودید که در چوربینی های سیاسی که جاینشین رئیس خدمات علاقه الهام عطایف کوشش نمود خود را غمخوار نمایش دهد و موضوع زیرین را چنین شرح داد. با افزایش نرخ اینترنت مردم آن را ماهرانه استفاده خواهد برد. کمتر بازی کرده بصیرت خود را نگاه داشته سلامتیشان را سالم نگاه می دارند. В которых интернет стоит очень дорого. مشاهدان قید میکنند که با سبب شماره زیادی اهالی کشور که در کم بضاعتی عمر به سر میبرند و مبلغ آخرینش را به علاقه با نزدیکانش و به دسترسی معلومات صرف میکنند، بیانات مذکور احتمال است همچون تمسخری یا اینکه تحقیر قبول بگردد. جالب دقت است که در سگمنت تاجیکی سامانه‌های اجتماعی روزهای آخر ناراضیگی‌های زیاد را دیده می‌شد. یعنی به همه معلوم شد که با چنین اسلوب ناعیارانه حکومت حالت مردم را دیده و دانسته، سببگاری چنین حالت خود حکومت می باشد، کوشش دارند به مردم دسترسی معلومات را محدود بسازند. با این امید دارند که حرارت فعال شوی دینی و سیاسی اهالی را خاموش بکنند. بیز اینترنت ها نبوید امیان رباته. غیر از این سبب خشمگینی زیادی مردم در آن است که شرکت های کلانی علاقه موبیلی که پس از افزایش یافتن نرخ خدمت رسانی علاقه موبیلی باید بهره بردار و درآمد زیاد در نظر داشته شده بود، عیناً به آیله رحمان و صاحب کارانی با این آیله وابسته است متعلق می باشد. در نتیجه غضبناکی مردم با سرعت بلند بالا رفت، حتی تا جایی رسید که در بعضی شهرهای کشور فعالان شهروندی پیدا شده علیه افزایش نرخ اینترنت از مردم امضا جمع آوری نمودند. سنه 24 اپریل پس از یک هفته سپری شده افزایش نرخ اینترنت، امام علی رحمان قرار افزایش نرخ اینترنت را بکار کرده رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده را نمایشکارانه از وظیفه برکنار نمود. تحلیلگران قید میکنند که همین طور پرزیدنت زیاد از 25 سال در سری قدرت بوده چنین نشان داد که گویا افزایش دادن نرخ اینترنت از ابتدا بدون موافق کنی با آن گذرانده شده است و کاری مذکور تشبسی یک شخص میباشد. پس از آن رئیس جمهور آگاه شده است و به حادثه دخالت کرده مردم را از بی‌اعتنایی منصبدار بی‌رحم حمایت نموده است. که همینو میوبن نمیوبن پول چند قبلن قدم و دقیق میشن.